با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و مهربان علاقه‌مندان کانال انا تیوی. بعضی ممکنن که خواب آب ببینن، اما تعبیرش چیه؟ ابن سیرین میگه اگه در خواب ببینی مقدار فراوانی آب پاک و گوارا رو خوردی، تعبیرش اینه که عمر تو طولانی میشه و زندگی و معیشت تو به خوبی میگذره. ابراهیم کرمانی میگه اگه ببینی در خانه تو خم پر آبی وجود داره و تو هم از اون میخوری، یعنی مال و اموال زیادی به دست میاری و در راه خوب و نیک هزینه میکنی. ابن سیرین میگه اگه ببینی از پیاله آب میخوری، یعنی با کنیزکی به طور شرعی آمیزش میکنی و از او صاحب فرزندی درستکار میشی. حضرت دانیال میفرمایند اگر ببینی از ظرف شیشه ای آب میخوری، یعنی زن میگیری و مال و اموال به دست میاری. و باز هم ابراهیم کرمانی میگه اگه ببینی مثل سگ مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یعنی به خوشی و خوشگذرانی میپردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام میدی دچار بلا و گرفتاری و فتنه میشی، طوری که مال و اموالی را که جمع کردی اندک اندک بین مردم بذل و بخشش میکنی. ابن سیرین میگه اگه ببینی آب شور خوردی، یعنی عمر تو کوتاه میشه و زندگی تو به خوبی نمیگذره. ابراهیم کرمانی میگه اگه ببینی آب حوض تیره و تلخ هست، تعبیرش غم و اندوهه. اگه ببینی که آب گرم میخوری، یعنی بیمار میشی و رنج میکشی. آب دادن یا سقایی. ابن سیرین میگه تعبیر خواب سقا مرد دیندار و با ایمانه. اگه در خواب ببینی سقایی میکنی و به مردم آب میدهی، تعبیرش این است که به مردم خوبی و نیکی میکنی. حضرت دانیال نبی هم میفرمایند تعبیر آب دادن به مردم دین و دیانت و انجام کارهای پسندیده است. ابراهیم کرمانی هم میگه اگه ببینی مجانی و رایگان به مردم آب میدهی، یعنی در دنیا و آخرت به مردم خیر و نیکی میکنی و جاهای خراب و ویران را آباد میکنی. جابر مغربی میگه که اگه ببینی سقا هستی و بدون طمع سقایی میکنی، یعنی مشغول امور آخرت میشی، ولی اگه ببینی مشک تو پر از آب میباشد و به کسی نمیدهی، یعنی مال و اموال جمع میکنی ولی از آن خیری نمیبینی. اما فرو رفتن در آب. حضرت دانیال میفرمایند اگر ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب فرو رفتی، یعنی به شغل سختی مشغول میشی، مثل ریاست، و حرف تو را در آن شغل قبول میکنند، مخصوصا اگر مسئله‌ای در اون شغل به وجود بیاید. اگر ببینی با لباس و بدنی پوشیده وارد آب صاف و شفافی شدی، تعبیرش قوت دین و ایمان و توکل به خداوند متعال و همچنین استقامت در کارهاست. ابراهیم کرمانی میگه اگه ببینی که در آب افتاده ای، یعنی دوچار رنج و غم و اندوه میشی. جابر مغربی میگه اگه ببینی آب تو رو فرو برده و دوباره بالا آورده، یعنی کار دنیوی که به دست آوردی کنار میذاری و راه آخرت رو انتخاب میکنی. امام صادق علیه السلام میفرمایند تعبیرهای فرو رفتن در آب عبارتند از یقین، قوت، کار سخت و دشوار، دوستی و همنشینی و کار کردن برای رئیس شهر. اما تعبیر خواب جاری شدن آب. جابر مغربی میگه که اگه در خواب ببینی آبها به موقع و به وقت زیاد شدن، تعبیرش اینه که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود. حضرت دانیال نبی هم میفرمایند اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند، در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است. جابر مغربی میگه اگر ببینی زمین آبهای زیادی خورده، آبهای زیادی وارد زمین شده، یعنی مردم در اون سال در سلامتی و عافیت هستند. همانطور که خدا در قرآن کریم می‌فرماید فرمان الهی رسید که ای زمین، آبت را که بیرون داده ای فرو ببر، و ای آسمان، تو نیز از باریدن بازیز. سوره هود آیه 44. اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد، یعنی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود. همانطور که در قرآن کریم هم خدا می‌فرماید این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم. سوره عبس آیه 25.
اما تعبیر خواب آبیاری چیه؟ حضرت دانیال نبی می‌فرمایند باغ و زمین و کشت را با استفاده از جوی آب و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوهه. جابر مغربی میگه اگه در خواب ببینی آبها به موقع و به وقت زیاد شدن، تعبیرش اینه که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود. حضرت دانیال میفرمایند اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته، یعنی از آن شخص به تو خیر و فایده میرسه. ولی اگر آبش تیره بود، تعبیرش برعکس میباشد. ابراهیم کرمانی هم میگه اگه ببینی به طور ناگهانی و بیخبر روی تو آب گرم ریختن، یعنی بیمار میشی و یا دچار غم و اندوه شدیدی خواهید شد. ابن سیرین میگه اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه راه میری، تعبیرش ایمان و اعتقادات پاک توه. و باز هم جابر مغربی میگه اگر ببینی که در خانه تو آب تیره و کدر جمع شده، یعنی در آن سال نعمت و فراوانی کم میشه. حضرت دانیال میفرمایند اگر ببینی به باغ آب میری، اگر ببینی به باغ آب میبری، یعنی با زنی ازدواج میکنی یا کنیزکی به دست میاری. ابن سیرین میگه اگر ببینی از آلت مردی تو آب صافی بیرون آمده، یعنی صاحب فرزندی درستکار و پرهیزکار میشوی. ولی اگر تیره بود، یعنی صاحب فرزندی نادرستکار و بدکردار میشی. جابر مغربی میگه اگر ببینی از فرج تو آب صافی بیرون آمده، یعنی صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار میشی. ولی اگر ببینی آب تیره‌ای بیرون آمده، یعنی دارای فرزند بدکردار خواهید شد. دوستان عزیز و مهربان، این هم تعبیر خواب آب بود. لایک و نظر رو فراموش نکنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنین تا از تازه‌ترین ویدیوهای ما با خبر بشید. وقتتون خوش.